فصل پنجم. و شما ای ثروتمندان برای بلایایی که بر سر شما میآید گریه و زاری کنید. ثروت شما تباه گشته و لباسهای زیبایتان را بید خورده است. سیم و زر شما زنگ زده و زنگ آنها مدرکی علیه شماست و مانند آتش بدن شما را خواهد سوزانید. شما حتی این روزهای آخر هم به اندوختن ثروت مشغولید. مزد کارگرانی که مزارع شما را درو کردند و شما آن را نپرداخته اید علیه شما فریاد می کنند و ناله دروگران به گوش سردار سپاه‌های آسمانی رسیده است. شما در روی زمین به عیش نوش پرداخته اید و خود را مانند پروار برای روز زپ آماده کرده اید. شخص عادل و نیک را محکوم کرده اید و در حالی که هیچ مقاومتی نمی کرد او را کشتید. ای برادران، تا روز ظهور خداوند صبر کنید. زارع برای برداشت محصول پرارزش زمین با صبر و شکیبایی منتظر بارانهای پاییزی و بهاری میماند. شما نیز باید با امید صبر کنید و قوی دل باشید، زیرا آمدن خداوند نزدیک است. ای برادران، پشت سر دیگران از آنها شکایت نکنید، مبادا خود شما محکوم شوید، چون داور عادل آماده داوری است. ای برادران، صبر و تحمل پیغمبرانی که به نام خداوند سخن می‌گفتند باید برای شما نمونه باشد. ما اشخاص صبور و پرتحمل را خوشبخت می‌دانیم. شما درباره صبر و تحمل ایوب شنیده اید و می‌دانید خداوند سرانجام با او چه کرد. زیرا خداوند بی‌نهایت رحیم و مهربان است. ای برادران، از همه مهمتر این است که سوگند نخورید، نه به آسمان و نه به زمین و نه به هیچ چیز دیگر، بلکه بلی شما واقعا بلی باشد و نه شما نه، مبادا محکوم شوید. پس اگر برای کسی از شما مصیبتی روی دهد، او باید دعا کند و اگر خوشحال است باید سرود بخواند و اگر کسی از شما بیمار است باید از مشایخ کلیسا بخواهد تا برای او دعا کنند و به نام خداوند بدن او را با روغن تطهین نمایند. دعایی که از روی ایمان باشد بیمار را نجات خواهد بخشید. خداوند او را از بستر بیماری بلند خواهد کرد و اگر مرتکب گناهی شده باشد بخشیده خواهد شد. نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف نمایید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعای صمیمانه شخص عادل و نیک بسیار مؤثر است. الیاس دارای عواطفی مانند خودما بود، ولی وقتی از صمیم قلب دعا کرد که باران نبارد، 3 سال و 6 ماه در آن سرزمین باران نبارید. دوباره دعا کرد و باران بارید و زمین بار دیگر محصول به بار آورد. ای برادران، اگر کسی از شما از حقیقت منحرف گردد و شخص دیگری او را برگرداند، یقین بدانید که هر کس گناهکاری را از راه نادرست بازگرداند، جانی را از مرگ خواهد رهانید و گناهان بیشماری را خواهد پوشاند.